شهر سوخته 17 میراث ملی ایران است که به عنوان میراث جهانی ثبت می شود. شهر سوخته در 38 اجلاس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. شهر سوخته 3200 سال پیش از میلاد مسیح بنیان گذاشته شده است. یعنی حدوداً 5200 ساله است. از همان سال تا 1800 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی چیزی حدود 3800 سال پیش، مسکن و زیستگاه مردم بوده است. شهر در یک منطقه تپه مانند میان دریاچه هامون و رود هیرمند واقع شده است. مساحت کلی تپه شهر سوخته کمی بیش از 150 هکتار است، اما نامش از آغاز شهر سوخته نبوده، بلکه دو آتش سوزی که آخرین آن انهدام شهر را به دنبال داشته این نامگذاری را سبب شده. مؤسسه ایتالیایی مطالعات خاورمیانه و خاور دور با همکاری مرکز باستانشناسی ایران 47 سال پیش کاوش در این منطقه را آغاز کرد. 17 سال پس از انقلاب 57 در ایران دوره جدید کاوش ها آغاز شده است. این بار به وسیله مرکز باستانشناسی ایران. لوله کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله های سفالی، اسکلتی که نشان از انجام عمل جراحی ترمیمی بر مغز و جمجمه در 4800 سال پیش را دارد، چشمی مصنوعی در حدقه و حفره چشم اسکلت یک زن با همین قدمت باستانشناسان را متحیر کرده است. محققان ایرانی و ایتالیایی تحقیقات جدید خود را بر روی قدیمی ترین چشم مصنوعی جهان که در کاوش های باستانی شهر سوخته زابل پیدا شده آغاز کردند. بر روی این چشم مصنوعی ایرانی که قدمتی 5000 ساله دارد، ریزتری مویرک های داخل چشم توسط مفتول های طلایی به قطر کمتر از 0.5 میلیمتر برای زنی جوان طراحی شده بود. سید منصور سید سجادی، سرپرست گروه باستانشناسی شهر سوخته در استان سیستان و بلوچستان که به ایتالیا سفر کرده است، گفت در این مرحله جدید از پژوهش ها ما با همکاری کارشناسان ایتالیایی مشغول بازسازی سه‌بعدی چشم مصنوعی شهر سوخته و صاحب آن هستیم و با استفاده از یک نرم افزار ساده این بازسازی ها قابل پخش در کلیه موزه های جهان می باشد. در ضمن در همین مرحله مطالعاتی درباره مواد تشکیل دهنده چشم مصنوعی هم در مرحله انجام هست که آقای پروفسور لورنسو کوستانتینی، رئیس آزمایشگاه بیوآرکئولوژی موزه ملی هنرهای شرقی روم، مسئولیت اون رو به عهده دارند و مشغول پیگیریش هستند. نتایج آخرین بررسی های انجام شده نشان می دهد که صنعتگران شهر سوخته در 50 قرن پیش با دقت و مهارت خاصی این چشم مصنوعی را با قیر طبیعی، چربی جانوری و موادی شبیه به قطعات ریز آهن ساختند. بر اساس آخرین تحقیقات مشخص شده که علت نابینایی این خانم شکستگی پیشانی او در زمان حیاتش بوده است. کشف نخستین زیورالات تهیه شده از سنگ‌های بهادار، یافت پارچه‌هایی که تاکنون در هیچ کجای ایران به دست نیامده و همچنین کوچه و خیابان و بافت شهری منظم و آثار معماری بی‌نظیر، به دست آمدن یک تخت نرد که گفته می‌شود قدمتی بیش از نمونه‌های دیگر دارد، همه و همه باستانشناسان را متحیر و این شهر را به یکی از مهمترین و البته باستانی‌ترین شهر ایران و منطقه خاورمیانه بدل کرده است. باستانشناسان می‌گویند جامی به بلندای 10 سانتی متر که در حفاری ها به دست آمده با تصاویری از یک بز در حالت های مختلف حاکی از آن است که بز خود را به درخت رسانده و بر شاخه آن می جهد و شاید اولین انیمیشن جهان باشد. اکنون 50 اثر به دست آمده از شهر سوخته در بخش ایران باستان موزه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است.